با درود و مهر و دوستان گرامی، میخواهم سخنان فشرده درباره ضرورت تغییر باورها و رفتارهای ما در جهان معاصر بگویم. اما میدانیم که در طول تاریخ برداشتها، باورها، تصورات و رفتارهای نسلهای انسانی درباره زندگی، جهان و درباره انسان تغییر و تحول کرده است. مثلا انسان 2000 سال پیش نسبت به جهان، زندگی و انسان طور دیگری تصور داشت. ما امروز طور دیگری تصور داریم. بنابراین تغییر باورها، برداشتها و رفتار در زندگی ضرورت و اصل است. اما انسان باستان خیلی نیاز نداشت که باورها و برداشتهای خود را تغییر بدهد. برای اینکه آنچه را که انسان باستان استفاده می کرد، این وسائل یا شیوه زندگی در هر هزار سال چندان تغییری نمی کرد. بنابراین شیوه زندگی انسان، استفاده ای که انسان از وسائل داشت، ثابت بود و همینطور ارزش های زندگی، اطلاعات، دانش و شناخت نیز نسبتا ثابت بود. ممکن هر هزار سال بعد تغییراتی در برداشت ها و باورهای انسان رخ می داد. مثلا انسان چند هزار سال از کاروان های اسب و شتر و سایر حیوانات برای باربری استفاده کرد. انسان چند هزار سال با شمشیر و گرز و کمان و نیزه جنگید. انسان چند هزار سال شیوه مشخص و ثابت خانه سازی داشت. انسان چند هزار سال از وسایل مانند اسپار و یوخ برای کشاورزی استفاده کرد یا برای دامداری و مالداری هم شیوه خاصی از زندگی را داشت. از این نظر تغییرات کمی در وسایل و شیوه زندگیشان می آمد، بنابراین تغییرات هم کمی هم در باره دانش و اطلاعاتشان نیاز بود. اما انسان معاصر از بعد از رنسانس یا بعد از عصر صنعتی و در روزگار مدرن همه چیش به یک بارگی تغییر خورد. صنعت روی کار آمد که شیوه زندگی، ابزار برای زندگی را تغییر داد. مثلا به جای کاروان های حیوانات موتر، هواپیما، به جای شمشیر و گرز و کمان تفنگ، کلنشیکوف، تفنگچه و سایر وسایل جنگی به وجود آمده که ما اگر بخوایم نام آنها را بدانیم باید تحقیق بکنیم که اینا چی هست و شیوه استفاده از اینا را که هر کس نمیدانه این سلاح‌های مدرن، ولی شمشیر و کمان را میشود یک روز یا چند روز شیوه استفادهش یاد گرفت و مهارتش یاد گرفت. امروزه ما نمیدانیم که چی اندازه سلاحی وجود داره و اینا چگونه استفاده میشه. همه استفاده اینا به دانش و اطلاعات جدیدی نیاز است. بنابراین موقعی که در وسایل شیوه زندگی ما تغییرات میایه، در واقع هم اطلاعات و دانش ما هم تغییر میکنه. از این نظر تغییر در اطلاعات و دانش انسان و رفتار انسان یک ضرورت جدی و حتمی شده است. جامعه که نتواند، انسانی که نتواند
اطلاعات خود را، دانش خود را، باورها، تصورات و رفتار خود را تغییر بدهد، طبعا عقب می ماند از مناسبات زندگی، از چرخش خیلی سریع زندگی عقب می ماند. از این نظر ما ضرورت داریم که اطلاعات، دانش و تصورات خود را تغییر بدهیم. انسان گذشته نمی دانست مریخ چی هست و همینطور نمی دانست که آفتاب چی هست، ماه چی هست و کار کرده اینا را نمی دانست. هر کدامی از این آفتاب و ماهتاب و اینا را خدای تصور میکرد، پرستش میکرد. اما انسان امروز می داند. بنابراین اطلاعات ما درباره کهکشان و جهان بیشتر شده است و این اطلاعات از طریق آموزش است که فراهم می شود. و در ضمن ببینید هر شش ماه بعد موبایل های جدیدی به بازار می آید، موتر های جدیدی می آید، کامپیوتر های جدیدی می آید، شیوه مهندسی ساختمان ها تغییر می کند، ساختمان های با ظرفیت هوشمند روی کار آمده است، چیزها و ابزارهای هوشمند روی کار آمده است. همه اینها شغل، موجب شغل جدید می شود. انسان باید شغل خود را عوض بکند. چگونه؟ اطلاعات خود را، دانش خود را باید تغییر بدهیم. رفتار خود را نسبت به این وسایل و اشیا باید تغییر بدهیم. یعنی با رفتاری که با اشیا و وسایل قبلی داشتیم، با این وسایل نمی توانیم چنین رفتاری را انجام بدهیم. همینطور اگر دانش و اطلاعات خود را نتوانیم تغییر بدهیم، از این وسایل و ابزار استفاده نمی توانیم. متاسفانه در افغانستان دانش و دانشگاه ها که نو و تازه نمیشه، یک مشکلش این است که استادان از ابزار و وسایل مدرن استفاده نمیتونن و همینطور دانشگاه های ما به وسایل و ابزار مدرن آموزشی تجهیز نشده است. اینها کلا دلیلی بر عقب ماندگی جامعه ما و دلیلی بر اینکه ما از مناسبات و تحولات علمی و ابزاری جهان، تکنولوژیکی جهان عقب بمانیم. این امر است که ما دسترسی به دانش تکنولوژیکی نداریم و این موجب عقب مانی میشود. و دیگر اینکه وقتی جامعه عقب مانده شد، وقتی اطلاعات در یک جامعه کم بود، امکان این که افراد کم اطلاع در جامعه دوچار سربازگیری و دوچار لشکرگیری جریان های افراطیت گرای مذهبی شود وجود دارد، چون از افراد کم اطلاع و از جامعه که در آنجا کم سوادی هست بیشتر می توانند سوی استفاده بکنند. این نشان داده در جهان، مثلا در افغانستان، در پاکستان، بیشتر در جاهایی که علم و دانش کم هست، اونجا بیشتر جریان های مثل القاعده و جریان های بنیادگر و افراطی نفوذ کرده است و سربازگیری کرده است. از این نظر هم مهم است که ما دانش و اطلاعات خود را درباره جهان تغییر بدهیم، درباره زندگی تغییر بدهیم، تا بتوانیم همسو با تغییر جهان و تحول جهان حرکت کنیم و یک عضو مفید و پویای در مناسبات بشری و انسانی باشیم. مهمتر از همه برای این که ما چگونه بتوانیم تغییر و تحول را در مناسبات زندگی کلی و فردی خود ایجاد بکنیم، اول این که باید در نظام آموزشی ما ضرورت این تغییر و تحول درک شود و این تغییر و تحول چی در باورها و ذهنیات ما، چی در رفتار ما، باید در آموزش ما هم عملا معلمان عملا ای را به کار ببرند و هم از نظر نظری در آموزش کتاب‌های درسی، اطلاعات کتاب‌های درسی وارد شود و همینطور در دانشگاه ها. و دیگر اینکه هر کدام ما باید از فضاهای مجازی، از کتاب ها و از اطلاعاتی که پیرامون ما وجود دارد استفاده بکنیم، تا بتوانیم به صورت فردی نیز خود را
متعویل بسازیم، هم رفتار خود را، هم اطلاعات خود را، تا یک عضو بروز فعال و آپدیت جامعه و جهان باشیم. بنابراین عرض من این است که باید در برابر تعول تغییرات هم اطلاعات و هم ابزاری و تکنولوژیکی جان آغوش باز معنامند داشته باشیم تا این تغییرات و تعولات در جامعه خود و در زندگی شخصی خود و در مهارت‌ها و توانایی‌های فردی خود نادیده و بومی بسازیم. از توجه شما سپاسگزار هستم. امید دارم خوب و خوش باشید. با احترام و ارادت.